به عقیده بسیاری از مخاطبین، هفتمین نسل از بازی‌های ویدیویی عصری منحصر به فرد و طلایی بود. سلام به همراهان همیشگی عصر بازی. امروز در این ویدیو به تعدادی از بهترین بازی‌های سوم شخص در نسل هفتم می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز، اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید، حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. بسیار خوب، آماده اید؟ بریم سراغ معرفی بازی ها. شماره 10، نینجا گایدن. نینجا گایدن 2 در سال 2008 منتشر شد و طرفداران بسیاری برگ خودش دست و پا کرد، تا جایی که این اثر رو یکی از پرچمداران ژانر هکند سلش نامیدند. از نکات مثبت این بازی میتونیم به وجود کمبوهای گوناگون، خشونت بالا و همچنین تنوع بالای دشمنان اشاره کنیم. 4 سال بعد نسخه سوم منتشر شد و ریو هایابوسا در این نسخه برای اولین بار ماسک خودش را از روی صورت برداشت و طرفداران با چهره زیبای این نینجای کارکشته آشنا شدند. خشونت این نسخه حتی بیشتر هم شد. اوج لذت زمانی بود که دشمن رو با فنون مختلف شکست میدادید و دوربین بازی زوم میشد و ریو خودش رو در شکم دشمن فرو میکرد و با صدای خشمانندی اون رو بیرون میکشید و خون فواره میزد. لازم به ذکره که هر دو نسخه به سختی بیش از حد خود معروف هستند، تا جایی که برخی از گیمرها درجه سختی آخر بازی و مخصوصا مراحل چالشی انتهایی رو فراتر از توانایی اکثر گیمرها توصیف. شماره 9، کاسلوانیا لوردز آف شادو. این بازی سوم شخص در سبک H&S از زمان معرفی اونقدر جذاب نمایش داده شد که طرفداران پروپا قرص خودش رو پیدا کرد. این اثر در سال 2010 توسط کونامی برای پلتفرم های اصلی نسل هفتم عرضه شد و مراحل توسعه اون بر عهده مرکوری استیم. نکته قابل توجه اینه که هیده او کوجیمای معروف نیز به عنوان راهنما و تهیه کننده در ساخت این بازی نقش داشت. چندین سال پس از خروج اون از کونامی و چندی از اعضای دیگر، فردی ادعا می کرد آقای کوجیما هیچ نقشی در ساخته شدن این اثر نداشته و از اسم اون برای فروش بیشتر استفاده کرد. این بازی که در اصل ریبوت یکی از نسخه‌های کلاسیک شامل معماری مناطق جنوبی اروپای قرون وسطا بوده و شخصیت اصلی اون گابریل نام داره، مردی که به جنگ فرقه اربابان سایه میره. صحنه‌های سینماتیک کارگردانی شده و گیم پلی فوق‌العاده جذاب این بازی باعث شد تا این اثر نمرات بالایی بگیره. شماره 8، The Evil Within. همونطور که قبل‌تر گفتیم، آقای شینجی میکامی استاد سبک وحشت و بقاست و در اواخر نسل هفتم اثری در این ژانر منتشر کرد که متاسفانه با موجی از نظرات منفی منتقدین و طرفداران مواجه شد. دو علت اصلی این موج منفی عبارت بودند از سختی بیش از حد بازی و ضعف داستان. اما پس از گذشت مدت کوتاهی به کمک شبکه‌های مجازی طرفداران متوجه شدند این بازی یکی از جواهرات این ژانر محسوب میشه. سختی بازی به قدری زیاد بود که حتی روی آسون‌ترین درجه ممکن بود یک ضربه دشمن شما رو بکشه و قبل از ارتقای بعضی از توانایی‌هاتون شخصیت اصلی یعنی سباستیان کاستلانوس حتی توان هدفگیری درست رو نداره. با گذشت زمان و به کمک تحلیل و تفسیرهای بسیار زیاد طرفداران، داستان این بازی برای همه قابل فهم شد و بازیکنان متوجه شدند که این اثر چه داستان پیچیده و جذابی رو همراه داره. شماره 7، The Feature 2 در سال 2011 منتشر شد و ستایش منتقدین و بازیکنان رو به همراه داشت. تا پایان سال 2014 این عنوان بیش از 8 میلیون نسخه فروخت که خود گواهی بر محبوب بودن این اثر. داستان این بازی از مجموع داستانهای درون رمان شکل گرفته که توسط آقای آندر ساپکوفسکی نوشته شده. انتخابهای داستانی جذاب، گیم پلی مطلوب و خروجی بصری بی‌نظیر بازی رو به یک اثر فوق‌العاده تبدیل کرد. از دیگر موارد جذاب بازی میتوان به مقدمه طوفانی اون اشاره کرد. در ادامه نیز به لطف بمب دستساز و جادوهایی که در اختیار شخصیت اصلی قرار میگیرن گیم پلی تکراری نمیشه. گیمرها در این بازی کنترل شخصیت گرانت رو در اختیار دارند و حتی میتونن با مخفی کاری به دشمنان نزدیک بشن و از پشت سر اونها رو از بین ببرند. این نشان از تنوع بالای گیم پلی بازی داره.
شماره 6 Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. ششمین بازی که از مجموعه Metal Gear Solid توسط آقای کوجیما کارگردانی شد در سال 2008 به صورت انحصاری برای PS3 منتشر شد. در این نسخه سالید سنیک که حالا اولد سنیک شده به نبرد دشمن خود یعنی لیکوید سنیک. متای این بازی از مجموعه 82 نقد نمره عالی 94 رو تصاحب کرد و نشون داد طرفداران این مجموعه با اثری عالی روبرو هستند. گرافیک بالا، گیم پلی درگیر کننده با قابلیت های بسیار زیاد در زمینه مخفی کاری و نبرد های هیجان انگیز، نشان دادن چهره واقعی جنگ و کاتسین های معروف بازی باعث شدند این اثر یکی از بهترین نسخه های این مجموعه لقب بگیرد. این بازی تا سال 2014 بیش از 6 میلیون نسخه فروخت که رقم بالایی در این زمینه به حساب میاد. شماره 5 Mass Effect 2 and 3. نسخه دوم این مجموعه به لطف گیم پلی فوق‌العاده هیجان انگیز و دلچسبی که داشت و همچنین داستان درگیر کننده که به خاطر آزادی عملهایی که در بخش انتخاب‌های داستانی و شخصیت‌هایی که همراه شما در کهکشان همسفر می‌شدند و داستان تاثیرگذار و احساسی که این بازی در اختیار مخاطب می‌ذاشت به یکی از بهترین بازی‌های نسل هفتم تبدیل شد. شخصیت اصلی این بازی کاپیتان شپرد در نسخه سوم با دشمن بسیار قدرتمندی روبرو می شود که در انتهای این داستان پرفراز و نشیب پایانی را به مخاطب و طرفداران خود نشان داد که هنوز هم بعد از گذشت 12 سال عده زیادی از طرفداران رو در شوک عظیمی فرو برد. شماره 4 The Last of Us. این بازی از اولین تریلری که از خودش به نمایش گذاشت مورد تحسین تمامی منتقدان و بازیکنان قرار گرفت. حتی بعد از انتشار بازی سازان بسیاری اعتراف کردند که در خیلی از مباحث گیم پلی و اتمسفر از این اثر الهام گرفتند. داستان فوق احساسی، گرافیک بسیار بالا، گیم پلی بسیار درگیر کننده و حتی روایت داستان چنان سینماتیک است که از اولین دقایق شروع بازی چنان شما رو میخکوب میکنه که تا پایان نمیتونید از این بازی دل بکنید. این بازی در کمتر از یک ماه چیزی حدود 4 میلیون نسخه فروخت و تا به امروز به عنوان یکی از پرفروشترین بازی های PS3 شناخته میشه. این اثر هنری جوایز بسیار زیادی رو کسب کرد و تبدیل به یکی از پر افتخارترین بازی های نسل هفتم شد. شماره 3 مافیا 2. از اولین نسخه این فرانچایز که در سال 2002 منتشر شد، این بازی در بین گیمرهای ایرانی از محبوبیت بالایی برخوردار شد و خیلی از بازیکنان روز و شب منتظر نسخه بعدی این بازی بودند. در نهایت بعد از 8 سال انتظار به آرزوی خودشون رسیدند. این بازی با ارائه شخصیت‌های باورپذیر در قالب داستانی سینمایی یکی از لذت بخش‌ترین تجربه‌های نسل هفتم. از مزایای این بازی مأموریت‌های متنوع و متعدد سرگرم کننده که در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. در بخش مبارزات هم با اضافه شدن سیستم کاورگیری و تخریب پذیری قابل قبول سعی کرد تا تمامی بازیکنان خودش رو راضی نگه داره. شهری که این بازی درون اون روایت می شد امپایر بی نام داشت و طراحیش برگرفته شده از شهرهایی همچون نیویورک، سان فرانسیسکو، شیکاگو و لس آنجلس بود و این موضوع لذت رانندگی در خیابونهاش رو دوچندان می کرد. شماره 2 Uncharted 2 and 3. 14 سال پیش در ایسه سال 2009 نوتی داگ گیم پلی Uncharted 2 رو به نمایش گذاشت. گرافیک بازی چنان بالا بود که خیلی از خبرنگاران و بعضی از برنامه نویسان دیگر شرکت‌ها نوتی داگ رو به دروغ متهم کردند. اما محصول نهایی همون کیفیت نشان داده شده رو داره بود. جدای از گرافیک بسیار بالای سری مجموعه های آنچارتد، نسخه دوم و سوم یکی از بهترین عناوین ماجراجویی تا به امروز هستند. حل معماهای شگفت‌انگیز در کنار صحنه‌های اکشن سینمایی مثل سقوط هواپیما و یا خراب شدن ساختمان‌ها و همچنین سر زدن به مکان‌های شگفت‌انگیزی همچون دهکده‌ای در تبت، شامبالا و انواع مقبره‌ها باعث شده است تا این دو بازی هیچگاه از ذهن کسانی که اون رو تجربه کرده بودند پاک نشه. و در نهایت شماره 1 God of War 3. نمیتونیم از نسل هفتم یاد کنیم و اسمی از این بازی نبریم. اثری که چنان حماسی شروع میشه که خیلی از بازیکنها تا پایان اون رو یک نفس تجربه کردند.
در این نسخه که دقیقاً از پایان بازی دوم شروع میشه، خشم کریتوس به بالاترین حد خودش رسیده و با بالاترین حد از خشونت تمامی خدایان اساطیر یونان رو به سینمایی ترین شکل ممکن سلاخی میکنه. از همون ابتدا پوسایدون رو به قتل میرسونه و آبهای یونان رو متلاطم میکنه و کمی جلوتر با بیرحمی تمام با خشمی افسار گسیخته سر هلیوس بیچاره رو با دستان خالی از جای در میاره و با خودش همراه میسازه. گیم پلی، طراحی مراحل، پازل ها، موسیقی و گرافیک این بازی چنان در بالاترین سطح ممکن ارائه شد که بعد از گذشت 14 سال همچنان از برترین عناوین همسبک خود یاد میشه و حتی عناوین امروزی این سبک نیز با این اثر مقایسه میشن. بسیار خوب، به انتهای این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص بازیایی که معرفی شدند در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. تا ویدیو بعد، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. رفقا.